محبوب ترین عامل حوزه امنیتی پلیس درور شد. شکریه دانش آموز مکتب سیدالشهدای کابل تا هنوز ناپدید است. بازداشت قلب استخباراتی طالبان. واکنش ها به آتش بس در روزهای عید. و همچنان ترور یکی از فرماندهان دلیر پلیس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. شکریه که یکی از دانش آموزان مکتب سیدالشهدای کابل بود، از زمان انفجار بر این مکتب تا هنوز ناپدید است. عصر روز شنبه 18 ثور حوالی ساعت 4:27 دقیقه انفجار در برابر مکتب سیدالشهدا در غرب شهر کابل رخ داد. بر اساس آخرین جزئیات رسانه ها، در حمله روز گذشته در کابل 68 دانش آموز جان باختن و 165 تن دیگر زخمی شدند. با این حال اعضای خانواده شکریه می گویند که بجز این کتابچه از او چیز دیگری پیدا نکردند. واکنش ها با آتش بس 3 روزه در روزهای عید. گروه طالبان اعلام کردند که بر اساس دستور رهبری این گروه در 3 روز عید فطر آتش بس اعلام می کند. دولت افغانستان نیز از این تصمیم طالبان استقبال کرده است. در حالی که خشونت ها در کشور در 2 هفته گذشته در حال افزایش بودند، طالبان آتش بس 3 روزه را برای 3 روز عید که قرار است در آخرین همین هفته آغاز شود اعلام کردند. در یک اعلامیه، این گروه و تمامی جنگجویان طالبان دستور داده شده است تا از اول تا 3 عید فطر در سراسر افغانستان هر گونه عملیات تعرضیشان را متوقف کنند. این گروه از افرادش خواسته است که به مناطق تحت کنترل دولت نرفته و به نیروهای دولتی نیز اجازه ورود به قلمرو گروه طالبان را ندهند. این آتش‌بس درست زمان اعلام می شود که خشونت ها در روزهای گذشته به شدت افزایش یافته و افراد طالبان تلاش کردند تا به حمله به مناطق تحت کنترل دولت آن را تصرف کنند. دولت افغانستان از اعلامیه گروه طالبان در خصوص اعلام آتش‌بس در 3 روز عید فطر استقبال کرده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که تاکید ما و مردم افغانستان بر آتش‌بس واقعی و دائمی بوده و توسل و خشونت، قتل و کشتار افراد ملکی، انهدام زیربناها و اماکن عامه نه تنها در روزهای عید بلکه در هیچ روز جواز شرعی ندارد. طبق اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، غنی همچنان به نیروهای امنیتی دستور داده است که مثل همیشه در تامین امنیت مردم افغانستان بکوشند و در صورت تخطی دشمن در دفاع از مردم کوتاهی نکنند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که روز دوشنبه 20 ثور نشر شد، آمده است که تاکید دولت و مردم افغانستان بر آتش بس واقعی و دائمی است. ارگ میگوید که طالبان از عملات چند هفته اخیر خود این را باید آموخته باشند که محاسبه ایشان از پیروزی در میدان جنگ در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اشتباه محض بوده است. شورای عالی مصالحه ملی نیز ضمن استقبال این آتش‌بس بر اعلام آتش‌بس دائمی و قطع همیشگی جنگ تاکید کرده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اعلام آتش‌بس توسط طالبان در روزهای عید استقبال کرده است. فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در صفحه تویترش نوشته است: با وجودی که این اعلام در آستانه ماتم ملی و بعد از دست دادن شمار زیادی از هموطنان بیگناه من صورت میگیرد، اما برای نجات زندگی انسانهای دیگر این سرزمین اقدام خوب و ستودنی است. او افزوده است که دولت افغانستان نیز برای این کار آمادگی دارد و امیدوار است که این روند تمدید و با دوام مذاکرات سازنده و هدفمند جریان پیدا کند.
با گفته او آتش‌بس خواست همه مردم افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در واکنش به اعلام آتش‌بس از سوی طالبان در روزهای عید فطر گفته است که راه حل بیرون رفت از بحران کنونی کشور تسریع مذاکرات، اعلام آتش‌بس دائمی و قطع همیشگی جنگ است. بازداشت معاون استخباراتی طالبان در بامیان. دفتر والی بامیان میگوید که عبدالجلیل عمری معاون استخباراتی گروه طالبان در ولایت بامیان با یک همراهش از سوی نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی کوهمرد این ولایت بازداشت شده است. طبق اعلامیه این عضو طالبان بعد از رهایی دوباره به صفوف طالبان پیوسته و در ولسوالی های طالب و برفک، دهنه غوری بغلان و روی دو آب سمنگان مصروف فعالیت‌های تخریبی و تروریستی بوده است. عامر اوزی امنیتی پلیس شهر پل علم ولایت لوگر ترور شد. رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید که این حمله پس از چهارشنبه در منطقه چوک شهدای شهر پل علم رخ داده است. به نقل از تولونیوز، شاپور احمدزه عامر اوزی اول امنیتی پلیس شهر پل علم ولایت لوگر در حمله افراد مسلح ناشناس در این ولایت جان باخت. آسیب الله استانگزه رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید که این حمله پس از چهارشنبه دوشنبه در منطقه چوک شهدای شهر پل علم رخ داده است. به گفته آقای استانگزه در این رویداد خالد یعقوبی عامر پیشین حوزه امنیتی پلیس پل علم زخم برداشته است. و در پایان، فرمانده پلیس ولسوالی گیروی غزنی کشته شد. منابع محلی در غزنی به خبرگزاری افق میگویند که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی خواجه عمری این ولایت، عبدالغفور مرجان خیل فرمانده پلیس ولسوالی گیروی این ولایت کشته شده است. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز دوشنبه 23 به خبرگزاری افق گفت که این رویداد عصر روز گذشته در روستای چهارورژه ولسوالی خواجه عمری این ولایت رخ داده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.